درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه هفتم مرداد ماه 2582 ایرانی 1402 هجری خورشیدی برابر با 29 جولای سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. دولت رئیسی برای بازپس گرفتن پول از کره جنوبی رسماً به دیوان داوری متوسل میشود. خشم حکومت از همراهی عزاداران محرم با خیزش انقلابی، برخی نوه خانها دشمن شادکن هستند. سازمان سنجش آزمون آیلتس را در روز برگزاری لغو کرد. سوالات لو رفته بود. کیهان مولوی عبدالحمید را به دلیل قیاس یزید با جمهوری اسلامی پادوی یزیدیان روزگار خواند. ارائه بسته کمک‌های نظامی آمریکا به تایوان در پی نگرانی از تحرکات چین. بایدن میگوید احتمالاً توافق با عربستان صورت خواهد گرفت. و اصلاحات قضایی در اسرائیل، شکاف دولت نتانیاهو و مخالفت کابینه با روند قانونگذاری یک طرفه. از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. انتشار تصویر نامه رسمی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ایران مبنی بر شکایت از کره جنوبی با هدف بازپس گرفتن 7 میلیارد دلار از دولت این کشور روز شنبه هفتم مرداد ماه توجه رسانه‌های داخل و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد. این نامه که به تاریخ هفته گذشته خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته شده، خبر از فرستادن لایحه‌ای به مجلس با عنوان ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری می‌دهد. 7 میلیارد دلار رقم مربوط به پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی است که تهران در سالهای اخیر در جستجوی فرمول‌هایی برای مالکیت دوباره بر آن بوده است. سئول تا پیش از خروج آمریکا از برجام یکی از مشتریان پروپاقرص نفت ایران بود. در مهر ماه سال گذشته رسانه‌های حکومتی در ایران از توافق برای آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر دادند. موضوعی که چند روز بعد یک مقام ارشد دولت جو بایدن آن را رد کرد. عزاداران عاشورا در سراسر ایران در همراهی با خیزش انقلابی تصنیف‌های اعتراضی خوانده و مردم با پرفورمنس‌های اعتراضی در کنار دسته‌های عزاداری یاد کشته شدگان را گرامی داشتند. این اتفاق خشم هواداران حکومت از جمله رئیس جامعه مدرسین را در پی داشت و از آنان به عنوان دشمن شادکن یاد کرد. هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به انتقاد از مرثیه سرایی برخی مداحان در ایام محرم پرداخت و گفت این نوه خانها و سینه زنها دشمن شادکن هستند. به گفته این روحانی طرفدار حکومت، چون این عزادارانی در مسیری سینه زنی می کنند که رادیوها و رسانه‌های بیگانه حرف و شعارشان را پخش کنند. احسان عابدی مدیر کل ارشاد یزد نیز در اینستاگرام خود به انتقاد از این نوع عزاداری‌های مردمی پرداخت و آن را تحریف محرم از سوی شیطان و یارانش توصیف کرد. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در گفتگو با ایلنا گفت تا پیش از انتشار ویدیوی رضا ثقتی مدیر کل برکنار شده ارشاد گیلان هیچ گزارش منفی درباره او وجود نداشته است. او افسود به شدت از اینکه افکار عمومی با این مسائل مواجه شود خودمان متاثر هستیم. فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از افزایش آمار افراد مجهول الهویه خبر داد و گفت افراد مجهول الهویه یا رها شده بیشتر از سالمندان یا بیماران روانی هستند که در خیابانها رها می شوند و برخی خانواده ها که دیگر توان نگهداری این افراد را ندارند آنها را در خیابان رها می کنند. و اما آزمون زبان آیلتس در مراکز امتحانی ایران روز شنبه و دقایقی قبل از برگزاری لغو شد. سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل این امر را لو رفتن سوالات اعلام کرد. آزمون آیلتس با تأخیر 7 ماهه و پس از لغو شدن از دی ماه گذشته قرار بود صبح روز شنبه هفتم مرداد برگزار شود، اما دقایقی پیش از برگزاری دوباره لغو شد. این آزمون از سوی 3 مرکز اصلی در ایران به نمایندگی از مؤسسه IDP به عنوان صاحب امتیاز آزمون و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود. تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری بیمارستان‌های لاهیجان از پذیرش بیمار منع شدند. از شما دعوت می کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای با حمله به مولوی عبدالحمید به خطبه‌های نماز جمعه ششم مرداد او پرداخت که در آن به شکل ضمنی حکومت یزید را با جمهوری اسلامی مقایسه کرد. این روزنامه امام جمعه زاهدان را پادوی یزیدیان زمین و زمینه‌ساز جنایت گروه‌های مزدور تروریستی خواند. کیهان روز شنبه هفتم مرداد در بخش اخبار ویژه خود مطلبی با تیتر پادویی برای یزیدیان روزگار و لاف ارادت به امام حسین منتشر کرد و در آن نوشت امام جماعت مسجد مکی که در طول سالها از یزیدیان زمان حمایت می‌کند ناگهان طرفدار امام حسین شد. روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به خطبه‌های نماز جمعه روز ششم مرداد عبدالحمید اسماعیل زهی که همزمان با روز عاشورا بود نوشت او دیروز سخنان منافقانه‌ای بر زبان راند که بلافاصله مورد استقبال و بازتاب از سوی رسانه‌های بدنام قرار گرفت. کیهان همچنین حملات پیشین خود به امام جمعه منتقد زاهدان به دلیل همراهیش با خیزش انقلابی بار دیگر تکرار کرد. او به ویژه در چند سال اخیر کاری جز خوشخدمتی نسبت به یزیدیان زمان و دشمنان اسلام ناب محمدی نداشته است.
امیررضا خادم، قهرمان سابق کشتی ایران و جهان، در واکنش به ویدیویی از تحویل جسد مصنوعی یک سرباز مفقود شده در جنگ ایران و عراق به پدر و مادرش در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت: اعتقادات پاک مردم پاکتینت نردبانی شده برای بالا رفتن عده‌ای بی اخلاق، منافق و منفعت طلب. در روزهای گذشته در یک برنامه مناسبتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای محرم چند مداح تابوتی را باز کردند و جسدی کفن پوش را بیرون آوردند. این جسد به عنوان پیکر یکی از مفقود شدگان جنگ ایران و عراق که پس از 40 سال پیدا شده در این برنامه به پدر و مادر سالخورده این سرباز تحویل داده شد. پخش این تصاویر و تلاش مداحان برای متاثر کردن بیشتر این پدر و مادر با واکنش‌های منفی گسترده مواجه شده است. امیررضا خادم، قهرمان سابق کشتی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این باره در اینستاگرام خود نوشت: دیدن این ویدیو را توصیه نمی‌کنم. هم شدیداً متاثر کننده است و هم خجالت آور. یک هفته پس از انتشار خبر انتقال سامان سیدی، خواننده معترض، به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد، با دستور ابوالقاسم صلواتی، این خواننده خبر داد که به دنبال تزریق داروی ناشناخته در این مرکز دچار وضعیت ناپایدار جسمی و روانی شده است. این هنرمند معترض که در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته بازداشت شده بود، در پیامی به سازمان حقوق بشری هنگاو که روز شنبه 7 مرداد منتشر شد، گفته که روز 3 مرداد به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شده و وضعیتش نگران کننده است. سامان یاسین از داخل زندان به هنگاو گفته که روز 31 تیر به مرکز روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده بود و با خشونت و ضرب و شتم به او آمپولی تزریق شد که به بیهوشی 24 ساعته اش انجامید. او خبر داده که بعد از بهوش آمدن دست و پایش به تخت بیمارستان قفل بوده و به مدت 2 مشکل بینایی داشته است. هنگاو به نقل از آقای یاسین نوشته: باید من را به پزشک قانونی ببرند تا ببینند چه بلایی سر من آوردند. اظهارات روزهای اخیر دبیر کل حزب الله لبنان علیه همجنسگرایی که متعاقب آن طرفدارانش را به تحریم محلهای کسب و کار حامی همجنسگرایان فراخواند، واکنشهایی را در لبنان در پی آورده است. حسن نصرالله هفته گذشته در اظهاراتی همزمان با ماه محرم و در واکنش به تکرار سوزاندن قرآن در سوئد، آمریکا و اسرائیل را حامیان ترویج همجنسگرایی نامیده و این دو را محکوم کرد. در پاسخ یک شیرینی‌پزی پرآوازه در بیروت شیرینی‌هایی را به رنگ پرچم افتخار رنگین کمانی که به نماد بردباری در جامعه همجنسگرایی در جهان تبدیل شده به مشتریان خود عرضه کرد. حسین عبدالحسین، یک محقق عراقی الاصل، در آمریکا روز جمعه 6 مرداد در توییتر خود با انتشار عکس تکه‌های کیک رنگین کمانی در شیرینی‌پزی پندور در بیروت نوشت: رژیم ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش در سراسر منطقه علیه جامعه همجنسگرایان کارزار به راه انداخته و خواهان تحریم محل‌های کسب شدند که پرچم افتخار را به نمایش می‌گذارد. اما شیرینی‌پزی معروف لبنانی با این کیک به نصرالله پاسخ داد تا در سکوت در مقابل این ظلم بایستد. میشال هلو، دبیر کل حزب ملی لبنانی مخالف حزب الله و مدیر مسئول پیشین روزنامه فرانسوی لبنانی لورین لوژور، نیز در توییتر نوشته بود: نفرت پراکنی حسن نصرالله علیه همجنسگرایان در حالی است که او و سازمانش با ازدواج کودکان مخالفتی ندارند. از شما دعوت میکنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کاملترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. در حالی که نهادهای حکومت تاکنون شلیک به چشم معترضان و آسیب به آنها در جریان خیزش انقلابی را با روش‌هایی از جمله نصب بنرهای شهری انکار می‌کردند، اکنون خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش نوشته از خانه‌های تیمی معترضان سلاح ساچمه‌زن کشف شده و آنها در صدد مجروح سازی بودند. کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در زمینه نگرانی از تحرکات نظامی چین در اطراف تایوان یک بسته کمک نظامی به ارزش 345 میلیون دلار در اختیار تایوان قرار می‌دهد. دولت‌ها در آمریکا همواره فروش تسلیحات به تایوان را تایید کردند، اما این نخستین بار است که این نوع از بسته کمک نظامی آمریکایی در اختیار تایوان قرار می‌گیرد. ارائه آموزش نظامی نیز بخشی از این بسته است. انتقال تسلیحات از ذخایر ارتش آمریکا به تایوان با تایید کنگره و امضای جو بایدن در مقام فرمانده کل قوا بر اساس همان اختیاراتی است که آمریکا ارتش اوکراین را نیز در برابر جنگ روسیه مورد حمایت نظامی قرار داده است. تحویل تسلیحات از انبارهای ارتش روشی سریع برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز یک متحد آمریکاست. یک مقام آمریکایی گفت با انتقال این بسته توانایی تایوان در دفاع هوایی گسترش خواهد یافت، اما کاخ سفید از ورود به جزئیات بسته خودداری کرد و نگفت که آیا شامل پهپادهای MQ-9 نیز خواهد شد یا نه. دفتر نمایندگی اقتصادی و فرهنگی تایوان در آمریکا از تعهد قوی واشنگتن در تأمین امنیت تایوان قدردانی کرد. در مقابل سفارت چین در واشنگتن، در حالی که کشورش تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، در واکنش اعلام کرد که دولت پکن به شدت با ارائه تسلیحات آمریکایی به تایوان و روابط نظامی آن دو مخالف است. به دنبال مذاکرات مشاور امنیت ملی ایالات متحده با مقامات سعودی در جده بر سر عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که احتمالاً توافقی در کار باشد. بایدن به حامیان مالی کمپین انتخاباتی خود در شهر فریپورت ایالت مین گفت احتمالاً ایجاد یک رابطه را شاهد باشیم. وی اما توضیحی درباره جزئیات این توافق احتمالی ارائه نکرد. مقامات ایالات متحده ماهاست که در جریان شکلگیری یک توافق تاریخی میان دو خصم دیرین تلاش می‌کنند، اما عربستان سعودی تاکنون مقاومت کرده است. توماس فریدمن، ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز، روز پنجشنبه در یادداشتی گفته بود که بایدن در حال بررسی یک معاهده امنیتی احتمالی میان ایالات متحده و عربستان سعودی است که این معاهده شامل عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل نیز می‌شود. بر اساس اسنادی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات آمریکا منتشر شده، محمد بن سلمان مسئول مستقیم قتل قاشقچی بوده است. عربستان سعودی این اتهام را رد کرده است. داعش مدعی شده که در دمشق انفجاری را صورت داده است. در این بمب‌گذاری 10 کشته و 40 زخمی به جای گذاشته شد. این گروه در همین بیانیه مسئولیت حمله دیگری را نیز که سه‌شنبه گذشته اتفاق افتاد بر عهده گرفته است.
اعضای گروه داعش در همان منطقه اتوبوسی را هدف قرار دادند که این حمله منجر به زخمی شدن دو تن و خرابی اتوبوس شد. وزارت کشور سوریه روز پنجشنبه 5 مرداد از انفجاری تروریستی در نزدیکی زیارتگاه مسلمانان در جنوب دمشق خبر داد که 6 کشته و 23 زخمی به جا گذاشته است. سالانه زائران بسیاری به خصوص از کشورهای سوریه، ایران، عراق و لبنان به زیارت حرم زینب می آیند. و اما شرکت امنیت سایبری سوفوس در تحقیقات اخیر خود از یک کارزار سایبری پرده برداشت که برای ماها مشتریان چند بانک ایرانی را هدف قرار داده است. به گفته این شرکت، کاربران بانک‌های ملت، صادرات، رسالت و مرکزی از اهداف بدافزارهای این کارزار بودند. این برنامه‌های مخرب که اطلاعات حساب‌های بانکی مانند نام کاربری، رمز عبور اینترنتی و اطلاعات کارت افراد را به سرقت می‌بردند، در بازه زمانی دسامبر 2022 تا می 2023 فعال بودند. همچنین بدافزارهای استفاده شده در این کارزار امکان پنهانسازی از دید کاربر و خواندن اطلاعات پیامک‌های دریافتی دستگاه تلفن را داشتند. این کار به هکرها کمک می‌کرده تا بتوانند به رمز دوم مشتریان دسترسی پیدا کنند. پس از نصب این بدافزارها که در ظاهر کاملا شبیه به برنامه‌های رسمی بانک‌های داخلی بودند، ابتدا از کاربر مجوز دسترسی به پیامک‌ها خواسته می‌شود و قربانی پس از اعطای دسترسی با صفحه جعلی ورود به بانک مواجه می‌شده است. هکر یا هکرها هر گونه اطلاعات وارد شده در این صفحه را ذخیره و به سیستم تحت مدیریت خود منتقل می‌کردند. در مرحله بعد از کاربران خواسته می‌شده تا تاریخ تولد خود را نیز وارد کنند. پس از این مرحله پیغام خطایی به آنها نمایش داده می شد. محتوای این پیغام به کاربر اطلاع می داده که حساب او ظرف 24 ساعت آینده فعال می شود. این بازه به هکرها اجازه می داده مدت زمان کافی برای سوء استفاده از اطلاعات به دست آمده یا امکان فروش آن را داشته باشند. و اما با تصویب یکی از بندهای لایحه مناقشه برانگیز اصلاحات قضایی دولت اسرائیل، جنبش اعتراضی برای برپایی تظاهرات گسترده دیگری آماده می شود. اعلام مخالفت گروهی از وزیران نسبت به ادامه روند قانونگذاری یک طرفه نتانیاهو نیز نشان دهنده به وجود آمدن شکاف‌های جدی در دولت اسرائیل است. گروهی از وزیران دولت و اعضای حزب لیکود مخالفت خود را با ادامه روند قانونگذاری یک طرفه و بدون توافق با احزاب اپوزیسیون به اطلاع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رساندند. بر اساس این گزارش، اعضای حزب حاکم خواستار آشتی ملی و پایان چیزی شدند که به گفته آنان افراط‌گرایی در دولت است. این در حالی است که پس از انصراف بیش از 10,000 نفر از سربازان ذخیره ارتش روز جمعه، مدیر کل وزارت آموزش و پرورش اسرائیل نیز در اعتراض به دولت از سمت خود استعفا داد. و ما در پایان از شما دعوت می‌کنم به قیمت ارزهای رایج، ارز الکترونیک، بهای سکه و بهای نفت توجه بفرمایید. بهای دلار با قیمت 49100 تومان، یورو 54160 تومان، پوند 63070 تومان، درهم امارات 13620 تومان و لیر ترکیه با قیمت 1865 تومان معامله می شود. قیمت بیت کوین 29299 دلار، اتریوم 1872 دلار و داچ کوین نیز با بهای 8 سنت معامله می شود. نفت سبک ایران با قیمت 81 دلار و 47 سنت و نفت سنگین ایران نیز با قیمت 83 دلار و 75 سنت معامله می شود. شاخص کل سهام نیز برابر است با 1,996,756 که 0.2% کاهش یافته است. سکه طرح امامی با قیمت 28,550,000 تومان، نیم سکه 15,370,000 تومان و ربع سکه نیز 10,340,000 تومان خواهد بود. از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.